آمریکا برگشته، آماده برای رهبری کردن جهان، نه عقب کشیدن از آن. چالش‌های دولت بعدی آمریکا در مسیر بازگشت به برجام، از توسعه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران تا گسترش حضورش در منطقه و نقض حقوق بشر. دست جو بایدن برای رسیدن به یک توافق جامع چقدر پر است؟ این سوالمان از دو میهمان 60 دقیقه امشب است. در ادامه برنامه امشب جزئیاتی تازه از دستگیری یک ایرانی آمریکایی دیگر در تهران، زندانی شدن عماد شرقی چه اثری بر روابط این دو کشور خواهد گذاشت؟ درخواست انجمنهای بین المللی خبرنگاران از دولت ترکیه، محمد مساعد روزنامه نگار ایرانی را به کشورش بر نگردانید. این لباس چوپانی چیه تنتون؟ این لباس در اصل یادگار زمان کاوه آهنگار ضحاک ماربدوش، یعنی ما اینو به نام و اعتراض از مجلس تا شبکه‌های اجتماعی به برنامه‌های تلویزیون ایران درباره اقوام. منتقدان می‌پرسند اگر توهین‌ها عمدی نیست چرا تکرار می‌شود؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. آمریکا برمیگردد از مسیری پردستانداز، جنجالی و چالش برانگیز که در 4 سال اخیر طی کرده. این حرف جو بایدن است، سیاستمداری کهنه‌کار که بخت انتخاب دوباره را از دونالد ترامپ گرفت. تیم او میگوید رفتار دولت جدید در برابر برنامه هسته‌ای ایران هم متفاوت خواهد بود، مشخصا درباره توافق هسته‌ای. دونالد ترامپ با خارج شدن از برجام و دنبال کردن سیاست فشار حداکثری کلافی سردرگم را از خود به میراث گذاشته. ولی حالا که دموکرات‌ها علاوه بر کاخ سفید در کنگره هم جانی تازه گرفتند، احتمال حل و فصل یک پرونده تنش‌آلود و پیچیده بیشتر شده. شواهد و قرائن موجود در تهران و واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی چه مسیری را نشان می‌دهد و چالش‌ها کدام است؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از هادی نیلی. جو بایدن با وعده‌هایی به ریاست جمهوری رسیده که اغلب آنها خونسا کردن تصمیم‌های دونالد ترامپ است. درباره ایران و توافق هسته‌ای هم همینطور. از جمله نخستین چهره‌های کابینه آینده‌اش که از آنان رونمایی کرد، گروهی بودند که قرار است سیاست خارجی آمریکا را پیش ببرند. چهره‌هایی که نشان از امتداد کلی سیاست‌های باراک اوباما دارد. این تیم نشان می‌دهد آمریکا برگشته، آماده برای رهبری کردن جهان، نه عقب کشیدن از آن. یک بار دیگر نشسته بالای میز، آماده مقابله با دشمنانمان و نه پس زدن همپیمانانمان. جو بایدن در کارزار انتخاباتیش بارها گفت که دونالد ترامپ باید به دیپلماسی با ایران رو می آورد. از رئیس جمهور این 4 سال گذشته انتقاد میکرد که از توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی برجام کنار کشیده. توافقی که در ازای تعلیق برخی تحریم‌ها نظارت شدید و محدودیت‌های بر برنامه هسته‌ای ایران گذاشت. برخی حامیان برجام که در این حال خواستار شدت عمل در قبال تهران بودند هم در این 4 سال منتقد سیاست دونالد ترامپ بودند. آنها حالا میگویند در این اوضاع جو بایدن بر سر ایران دست پری دارد. از جمله این مقام ارشد در دولت اوباما که بعد رئیس نهاد غیر دولتی متحد علیه ایران هسته‌ای شد برای افزایش فشار بر تهران. اما بعدتر که برجام سر گرفت از ریاست این مؤسسه کناره گرفت و از توافق حمایت کرد. لازم دو طرف درباره یک برنامه برای اقدامات موازی توافق کنند که دو طرف همزمان عمل کنند تا به توافق هسته‌ای اولیه برگردند. مسئله دوم که دو طرف باید مذاکره کنند شرایط مذاکرات بعدیه. اینکه چه کسی در اون دخیل باشه. بایدن این ایده رو مطرح کرده که شاید بخواد کشورهای دیگه ای از منطقه رو هم بیاره در مذاکرات. مثلا عربستان سعودی یا امارات. دستور کار مذاکرات جدید چه خواهد بود؟ اینها مسائلیه که باید قبل از احیای برجام سرش توافق کنند. اما با آغاز ریاست جمهوری جو بایدن و سیاست جدید، آیا تنش‌ها دست کم به قبل از دولت دونالد ترامپ برمی‌گردد؟ متغیرهای متنوعی در کار است و آمریکا تنها تصمیم گیرنده نخواهد بود. The more that
هرچه ایران بیشتر در منطقه رفتارهای تحریک‌آمیز انجام بده، همپیمانان آمریکا در منطقه بیشتر نگران میشن درباره تعهد ایران به توافق منطقه‌ای. به نظرم ایران در تعیین وضعیت خیلی موثر خواهد بود که فعالیت‌هاش رو در منطقه کمتر کنه یا بیشتر، چه از طریق نیروهای شبه نظامی مورد حمایتش و چه با برنامه موشکیش. Whether it's through militias or missiles. در این 4 سالی که گذشت، شهرهای مختلف ایران بارها شاهد اعتراض‌های گسترده بودند. اعتراض‌هایی که با سرکوب سنگین پاسخ گرفتند و شمار کشته شدگان به صدها نفر می‌رسد. وزیر خارجه پیشنهادی جو بایدن پیشتر در اوج اعتراض‌های آبان سال گذشته از موضعی حمایت کرده بود که به رئیس جمهور وقت آمریکا می‌گفت بهترین کاری که میتواند برای معترضان ایرانی بکند سکوت است. اما او هم در هفته‌های اخیر با مشاور امنیت ملی رئیس جمهور جدید هم صدا شد که اعدام روح الله زمران نمونه‌ای دیگر از نقض وحشتناک حقوق بشر توسط رژیم ایران خواند. فعالان مخالف جمهوری اسلامی و کنشگران حقوق بشری میگویند دولت جدید آمریکا نباید وضعیت سیاسی داخل ایران را نادیده بگیرد. دولت جدید میتونه این کار به چند روش انجام بده. اولا برخلاف عمل کرد دفعه قبلیش میتونه حقوق بشر رو علناً قسمتی از مذاکرات بگذاره. دوما میتونه برداشتن تحریم های هدفمند رو مشروط به رسیدن به حد اقلی از اصلاحات حقوق بشری بکنه. سوما میتونه مذاکرات غیر رسمی و همزمان داشته باشه که شامل رهبران جامعه مدنی در ایران بشه. و آخرین اینه که آمریکا، کانادا و اروپا میتونن سعی بیشتری برای برپایه عدالت در رابطه با جنایت‌های مسئولین جمهوری اسلامی در دادگاه‌های خودشون بکنن، مثل محاکمه حمید نوری که قرار امسال توی سوئد انجام بشه. جو بایدن در شرایطی دولت را در دست می‌گیرد که آمریکا هنوز در التهاب است. اختلاف و دودستگی در جامعه آمریکا چالش بزرگی برای رئیس جمهور جدید خواهد بود. در چنین فضایی تمرکز دولت ایالات متحده بر مسائل خارجی ممکن است به پای وعده‌هایش نرسد. اما برای جو بایدن که میگوید هدفش ترمیم چهره آمریکا در عرصه بین‌المللی است، چند ماه نخست ریاست جمهوریش معلوم می‌کند چه اندازه می‌تواند برای تحقق این وعده‌ها عمل کند. هادی نیلی، بی بی سی، واشنگتن. پاتریک کلاسون، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا با ما هستند. آقای کلاسون، بسیاری میگن که ترامپ یک سیاست شکست خورده رو برای بایدن به ارث گذاشته. چقدر موافقید با این گفته؟ خب، پرزیدنت ترامپ اون اهدافی رو که میخواست محقق بکنه نتونست بهشون دست پیدا بکنه. او سعی میکرد ایران رو متقاعد کنه که برنامه هسته‌ایش رو آهسته تر کنه، اگر نه متوقف، و مقداری از تهاجمیگریش در منطقه دست برداره. من فکر میکنم خیلی ها در اردو پرزیدنت ترامپ امیدوار بودند که حکومت ایران هم عوض بشه، اما این موضع رسمی دولت ترامپ نبود. اما به جاش اتفاقی که افتاد این هست که ایران اتفاقا برنامه هسته‌ای خودش رو شتاب بیشتری هم داد. حالا دولت آمریکا به شما خواهد گفت که ایران مقداری از فعالیت‌های منطقه‌ش رو کاهش هم داد به خاطر اینکه منابع کافی نداشت. اما ما این رو واقعا نمیتونیم به قاطعیت بگیم. آقای بایدن در کاخ سفید خواهد بود به زودی و کارها در دست او قرار خواهد گرفت. فکر میکنید که ایران دیگه با سیاست با دموکرات ها مهار شدنی نیست؟ Well, Biden has a lot of things on his agenda. جو بایدن برنامه‌های زیادی رو برای خودش داره. اینجوری نیست که حالا اولین دستور کارش ایران باشه. او داره به بحران کرونا فکر می‌کنه، به احیای اقتصادی فکر می‌کنه و به تشتت زیادی در آمریکا وجود داره. اما تا وقتی به سیاست خارجی مربوط میشه، من فکر می‌کنم باز هم اولویتش ایران نخواهد بود. در دستور کارش اولین چیز ایران نخواهد بود. بله، دولت بایدن می‌خواد مجددا به سیاست مهار ایران برگرده، اما
بیشک چنین کاری شامل این خواهد شد که به ایران بحث مذاکرات رو و لغو تحریم ها رو پیش کشه. اما بیشتر هدفش این هستش که حمایت اروپایی ها رو به خود جلب بکنه تا اینکه این توقع باشه که ایران این پیشنهادات رو قبول بکنه. اصلا روشن نیست که آیا ایران حاضر هستش اون پیشنهادات دولت بایدن رو قبول کنه یا نه. ما این رو الان نمیدونیم. چی فکر میکنید با توجه به شناختی که از ایران دارید و با توجه به حرفایی که در کاخ سفید زده میشه، ایران از این فضا به عنوان یک فرصت استفاده خواهد کرد یا ممکنه که کار به شکلی دیگه پیش بره؟ نگرانی اصلی این هست که ایران فرض رو بر این بذاره که پرزیدنت بایدن رو محک بزنه یا مثلا یک توهین خیلی شدیدی علیه پرزیدنت ترامپ انجام بشه، مثلا از طریق انجام کار تحریک‌آمیز. مثلا ما سال 1981 دیدیم که آمریکا کاری کرد که گروگان‌های آمریکایی رو، دیپلمات‌های آمریکایی رو زمانی آزاد کرد که بتونه پرزیدنت کارتر رو مثلا به تمسخر بگیره. امیدوار هستیم که ایران این کارو نکنه. امیدوار هستیم کاری که ایران انجام بده اینه که صبر بکنه ببینه پیشنهاد بایدن چیه. اما متاسفانه چه که ما در ماه گذشته دیدیم این هست که متحدان ایران مثلا به طرف سفارت آمریکا در بغداد موشک شلیک میکنن یا سلاح‌های بسیار پیشرفته‌ای رو به سوریه منتقل میکنن، به شکلی که دیدیم که اسرائیل هم اومد یک محموله بزرگ سلاح‌ها رو هدف قرار داد. کسانی که نسبت به ایران خوشبین نیستن که شما هم از جمله اونها هستید، چه توصیه‌ای به آقای بایدن دارن؟ از نظر اونها بایدن باید چطور با جمهوری اسلامی معامله بکنه؟ خیلی آهسته عمل بکنید، خیلی روشن به ایران نشون بدین که آماده یک رابطه خوب با ایران هستین، اما به ایرانیان حالی بکنید که اولویتتون ایران نیست و اگر این جواب نداد، خب جواب نداد. به ایران این رو نشون بدین که پرزیدنت بایدن اندازه اوباما دنبال یک توافق نیست. ممنونم از پاتریک کلارسون، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن. نگار مرتضوی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی هم از واشنگتن با ماست. خانم مرتضوی، ایران چقدر برای بایدن خصوصا در سیاست خارجی اولویت تلقی میشه؟ سلام به شما و بینندگانتون. من فکر میکنم از اولویت‌های مهم سیاست خارجی به خصوص در منطقه خاورمیانه برای دولت آقای بایدن. خود آقای بایدن هم چندین بار به صورت عمومی و همینطور مشاورانش در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی به این موضوع اشاره کردن. البته فراموش نکنیم که به هر حال موضوعات دیگه هم هست، مثلا مسئله مبارزه با تغییرات جوی یا محیط زیست از اولویت‌های خیلی جدی دولت آقای بایدن، بازگشت به معاهده پاریس، بحث مهاجرت به آمریکا، قوانین مهاجرت دولت آقای ترامپ، فرمان مسافرتی، اینا چیزاییه که خب اولویت جدی‌تر خواهد گرفت. ولی در حوزه سیاست خارجه به خصوص در مورد خاورمیانه من فکر می‌کنم یکی مسئله ایران و یکی هم مسئله عربستان، در واقع تغییر شکل روابط دولت آمریکا با هر دو این کشورها در اولویت بسیار بالا قرار خواهند گرفت. تیم بایدن خاورمیانه و مشخصا ایران رو خیلی خوب میشناسه، از وزیر خارجه بگیری تا معاونانش تا مشاور امنیت ملی و همینطور رئیس CIA. اگر خوشبینانه ترین حالت رو برای دو طرف فرض بکنیم، از نظر شما بایدن چه کاری میکنه در این زمینه؟ ببینید همونطور که گفتین این تیم بخش زیادیش هم در واقع از تیمی هستن که از دولت آقای اوباما حضور داشتن در دوره‌های در دولت اوباما و به خصوص در مذاکرات اتمی با ایران نقش‌های مهم داشتن. خانم وندی شرمن، آقای جان کری، خود آقای جیک سالیوان و افراد دیگه، حتی صحبت از آقای افراد دیگه ای برای اسم نمیبرم که در مذاکرات نقش‌های کلیدی داشتن وارد دولت آقای بایدن بشن و این خب کار رو آسون میکنه برای بازگشت به بردم، چون در واقع تفاوتش با دولت آقای اوباما اینه که دولت آقای اوباما بعد از صفر یه چیزی رو میساخت، دولت آقای بایدن کافیه که فقط به این موضوع برگرده، اون ساز و کار برجام همچنان سر جاش، اروپایی ها و دیگر طرفین برجام به ملاقات هاشون و جلسات با ایران ادامه دادن، میتونه خیلی سریع این کار انجام بشه و به نظر میاد نیت و عزم
خود آقای بایدن و اطرافیانشون هم همین بازگشت آمریکا در واقع به برجام و فشار بر ایران برای بازگشت کامل به تعهداتش. حالا اینکه آیا این به چه سرعتی اتفاق بیفته، چون من فکر می‌کنم که این باید قبل از اینکه فصل انتخابات ریاست جمهوری در ایران کلید بخوره اتفاق انجام بشه، این سرعت این موضوع هنوز سرش یه مقدار سوال هست. در هر صورت وقتی نگاه می‌کنیم چالش‌ها هم کم نیستن، مشکلات هم یکی دوتا نیست. بدترین سناریو چی میتونه باشه بین دو طرف؟ من فکر میکنم اینجا مهمترین مسئله کلیدی زمانه، چون نیت دولت آقای بایدن یا حالا خود آقای بایدن برای بازگشت به برجام روشنه و سیگنال هایی هم که ما از تهران میگیریم اینه که در واقع جمهوری اسلامی تا الان که از برجام کامل خارج نشده و صحبت هایی که حالا حداقل در فضای عمومی بالاترین مقامات کردن اینه که علاقه‌مند بازگشت هر دو طرف تعهدات هستن. زمان فکر میکنم خیلی مهمه، چون اگر این بازگشت به برجام قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ایران انجام نشه و در ایران دولت عوض بشه و تیم جدیدی سر کار بیاد، این میتونه چالش هایی رو در مورد مسئله بازگشت به برجام ایجاد کنه. اما من خوشبین هستم که در واقع این فرصت چند ماهه‌ای که وجود داره تا قبل از انتخابات در ایران اقلا قدم اول در دیپلماسی که همین مسئله بازگشت به برجام انجام بشه و بعد از اون تیم آقای بایدن و حالا دموکرات‌ها به عنوان حزب به صورت کلی‌تر علاقمند پیگیری مسائل دیگه هم هستن، مثلا برنامه موشکی ایران، اقدامات ایران در منطقه و حتی مسائل داخلی و بحث حقوق بشر. ایران به دلیل تحریم‌های فلج کننده میلیاردها دلار از دست داده دیگه. قاسم سلیمانی و فخری‌زاده در اختیار جمهوری اسلامی نیست، اعتراض‌های خونین رخ داده در یکی دو سال اخیر. آیا زمان به گونه‌ای هست که جمهوری اسلامی خیلی عجله‌ای نداشته باشه و بخواد بگذره انتخابات بگذره، یا اینکه بسیار بیشتر از اینها براش فوریت داره این موضوع؟ ببین، من فکر میکنم جناح‌های مختلف در جمهوری اسلامی در این مورد خصوصا هم نظر نیستن. مثلا جناحی که الان در قدرت دیدیم که کسی مثل حسن روحانی صحبت از این کرده که حتی یک دقیقه نمیخواد که بازگشت تحریم‌ها به عقب بیفته، ولی از اون طرف صحبت‌های ما از داخل میشنویم که جناح‌هایی که امیدوارن که بعد از انتخابات قدرت رو به دست بگیرن خیلی هم علاقه ندارن که این توافق و در واقع این امتیازگیری حالا در این دوره مثلا رقباشون انجام بشه و ترجیح میدن دیرتر انجام بشه. به هر حال من فکر میکنم این تقابل یا حالا رقابت در داخل جناح‌های مختلف وجود داره، ولی در مجموع مسیر کلی که در خصوص برجام اقلا در این چند سال در ما میبینیم پیش گرفتن این بوده که سعی کردن از برجام خارج نشن و هر طوری هست حالا با کمک اروپایی‌ها و دیگر طرفین این برجام رو به حالت نیمه زنده نگه دارن. و من فکر می‌کنم علاقمندی از هر دو طرف برای بازگشت سریع به برجام وجود داره و این ساز و کارش هم موجوده. در واقع امیدوارم که زود اتفاق بیفته و بعد بقیه قدم‌ها در راه دیپلماسی هم انجام بشه که باعث کاهش تنش بشه. اینم خیلی مسئله مهمیه. ممنونم از نگار مرتضوی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی. شبکه خبری NBC آمریکا گزارش داده عماد شرقی، بازرگانی که اخیراً در ایران بازداشت شد، ایرانی آمریکایی است. خانواده آقای شرقی گفتند که 6 هفته است از او خبری ندارند. گفته شده که او بدون محاکمه به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده بود. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. چند روز مانده به پایان کار دولت دونالد ترامپ، ایران یک شهروند ایرانی آمریکایی دیگر را به جمع بازداشت شده‌های دو تابعیتی اضافه کرد، در حالی که بحث بازگشت دو کشور به تعهداتشان در توافق هسته‌ای و مذاکرات احتمالی بین آنها اوج گرفته. عماد شرقی، 56 ساله، شهروند ایرانی آمریکایی و معاون بین‌الملل هلدینگ سراوا. اینها تصاویری است که باشگاه خبرنگاران جوان از لحظه بازداشت او منتشر کرده. وبسایت‌های نزدیک به حکومت گفتند آقای شرقی در حین فرار و خروج غیرقانونی از ایران دستگیر شده. شبکه خبری NBC امروز جزئیات بیشتری از بازداشت او منتشر کرده. NBC میگوید بازداشت این شهروند ایرانی آمریکایی تنها چند هفته بعد از انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری آمریکا اتفاق افتاده و 3 روز بعد از ترور محسن فخری‌زاده، چهره کلیدی برنامه هسته‌ای و معاون وزیر دفاع ایران. خانواده عماد شرقی درباره بیخبری از او بیانیه‌ای منتشر کردند که NBC میگوید به دستش رسیده. ما فقط برای سلامتی و امنیت عماد دعا می‌کنیم. بیش از 6 هفته است که او بازداشت شده و ما هیچ اطلاعی نداریم که کجاست یا چه کسی او را بازداشت کرده. برای احتیاط و به خاطر امنیتش با رسانه‌ها صحبت نکردیم و قصد هم نداریم صحبت کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان گفته عماد شرقی بعد از خروج سعید رحمانی مدیر عامل سابق سراوا از ایران از افراد کلیدی این شرکت به شمار می رفته. سعید رحمانی حدود یک سال قبل از ایران رفت و رسانه‌های حوزه فناوری دلیل مهاجرتش را فشارها بر او گزارش کردند. اما رسانه‌های نزدیک به حکومت از آن با عنوان فرار از ایران یاد کردند. پرونده قضایی آقای عماد شرقی در ابتدای سال 1397 شکل گرفته و بر اساس پیگیری نهادهای قضایی هیچ گونه ارتباطی بین این پرونده با شرکت و مدیران سراوا وجود ندارد. ارتباط دادن خبر دستگیری ایشان به سراوا هدفی جز مغشوش کردن افکار عمومی و ایجاد جو ناامیدی در اکوسیستم کارآفرینی کشور ندارد. هلدینگ سراوا در اطلاعیه‌ای درباره بازداشت آقای شرقی نوشته که او معاون سابق این شرکت بوده. هلدینگ سراوا از سال 1390 فعالیت خود را آغاز کرده. دیجیکالا، کافه بازار، علی بابا و الوپیک از برندهای اصلی این هلدینگ هستند. عماد شرقی در فروردین 97 به اتهام جاسوسی بازداشت و بعد از 9 ماه آزاد شده بود. گذرنامه‌های او و همسرش بهار امیدی که هر دو شهروند آمریکا هستند، توقیف شد و اجازه خروج از ایران را نداشتند. تعداد دقیق شهروندان دو تابعیتی که در ایران زندانی هستند مشخص نیست. وزارت خارجه آمریکا بازداشت 3 نفر از شهروندانش را تایید کرده. به جز آقای شرقی، مراد تاهباز، سیامک نمازی و باقر نمازی شهروندان ایرانی آمریکایی هستند که در ایران بازداشت شدند. باقر نمازی همکنون در بیرون از زندان در منزلش تحت نظر نیروهای امنیتی است. شورای امنیت ملی کاخ سفید و تیم جو بایدن هنوز به بازداشت عماد شرقی واکنشی نشان ندادند. اما NBC این نگرانی را مطرح کرده که این ماجرا ممکن است سیاست دولت بایدن برای تنش زدایی با ایران را دچار مشکل کند. فرین عاصمی، BBC. نزار زکا، کارشناس فناوری ارتباطات که در ایران بازداشت شده بود، از واشنگتن با ما. آقای زکا به اتهام جاسوسی 1362 روز در ایران زندانی بود و بهار پارسال آزاد شد. آقای زکا، درباره این موضوع چه فکر میکنید؟ آیا سناریویی که در مورد شما به وقوع پیوست در حال تکرار شدنه؟ سلام و ممنونم از دعوت شما. این در واقع دقیقا همون قضیه از شهروندان دو تابعیتی هستن که دستگیر میشن و اینها رو در بند میگیرن تا وقتی که تصمیم بگیرن که اینها رو دوباره احیانا آزاد کنن. این کاری است که در مورد عماد انجام دادن. و متاسفانه قبلا این رو آزاد کرده بودند، بعد دوباره قاضی صلواتی تصمیم گرفته بود که دوباره او رو به اوین ببره، بعد از اینکه حدود 8 ماه رو در زندان گذرانده بود و دفعه بعد در سال 2019 آزادش کردند که بعد دوباره بخوان ماه پیش زندانش کنند. این یک پروسه ای که اینا دائم تکرار میکنن تا بتونن با دنیای غرب بازی کنن و دنیای غرب رو به بازی بگیرن و دنیای غرب هنوز اجازه میده که بازی بخوره، که باش بازی کنن. و الان طبیعتاً تنها دلیلشون این بوده که به واسطه انتخابات میخوان فشار جدیدی رو بر غرب وارد کنن و این بازیه که سپاه پاسداران انجام میده. از این روش نتیجه گرفتند که از نظر شما مرتب در حال تکرار اون هستند؟ ممنون از این سوال. این یک مدل بیزنس هست. تصادفی نیست که این مدل بیزنس رو که میان یک پروفایل افراد رو مطالعه میکنن، تصمیم بگیرن که چه کسی رو گروگان بگیرن، بعد سعی میکنن برای اون فرد تبلیغ کنن تا قیمتش بالا بره و اون وقت یک نمایش دادگاه یا دادگاه نمایشی برگزار میکنن و بعد سعی میکنن که بهترین قیمت رو از غربی ها براش دریافت کنن. ما در واشنگتن سازمانی از بیشترین تعدادی از گرگان هایی که قبلا در ایران دستگیر شده بودند تشکیل دادیم و نیاز داریم که این سازمان رو تشکیل بدیم و کاری کنیم که دیگه با رژیم ایران مذاکره نشه.
تا و فقط گروگان هایی که قبلا در اختیار دارن تا اینجا در اختیار دارن رو آزاد کنن. نباید بهشون گروگان تازه‌ای بدیم، چون با این کار داریم به سپاه پاسداران قدرت بیشتر میدیم، به اونها نشون میدیم که میتونن با بقیه جهان مذاکره کنن. این بار دیگه نباید این کار تکرار بشه. تا وقتی که تک تک گروگان هایی که در ایران زندانی هستن آزاد نشن، هیچ مذاکره نباید با ایران صورت بگیره. اگر هر کسی هم که در طول مذاکرات با ایران گروگان گرفته بشه، باید اون مذاکرات آنن متوقف بشه. من در ایران بودم به دعوت معاون ریاست جمهوری ایران و بعد از اینکه برجام رو امضا کرده بودن من رو گروگان گرفتن. من می‌خواستم که در طول مذاکرات برجام به ایران کمک کنم، یعنی از من همچین استفاده‌ای می‌شد. این وضعیت رو با دنیای غرب تکرار میکنن و دنیای غرب الان باید دیگه آگاه بشه، وگرنه دوباره این وضعیت تکرار خواهد شد. هم وضعیتی که میدونیم که بیش از 40 سال پیش بوده، 40 سال پیش با سفارت اشغال سفارت آمریکا در تهران شروع شد. با توجه به تجربه شخصی شما، چه مسیری باید طی بشه که ایشون آزاد بشن؟ تا وقتی که دنیای غرب ثابت قدم نیسته، اجازه بازی خوردن بهشون نده، نذاره که اونو بازی بدن. ما الان نازنین رو داریم، سیامک رو داریم، اونها گروگان‌های زیادی دارن و تا زمانی که دنیای غرب مستحکم نیسته و از مذاکره با اونها خودداری نکنه، اینها آزاد نخواهند شد. این دیپلماسی گروگانگیری اونها رو باید متوقف کنیم. این فرد اماد هیچ کاری نکرده، 50 و چند سال داره، هیچ کاری نکرده غیر از اینکه بخواد بره در ایران کار کنه. به ایران بازگشته در سال 2016. فرد خوبی هست، انسان شریفی هست. تنها دلیلی که او رو گرفتن اینه که یک پروفایل خوبی داره، فکر کردن آره اینو میگیریم و بر سر او مذاکره میکنیم با وزارت خارجه آمریکا و سعی میکنیم که بهترین نتیجه رو از این مذاکره به دست بیاریم. من میخوام که اطمینان حاصل بشه که دلیل اینکه اینها گروگان میگیرن و ادامه میدن به این گروگانگیری خودشون، این بازی که سپاه پاسداران داره انجام میده، داره برنده این بازی میشه، برای اینکه پی در پی میرن باشون مذاکره میکنن و به اونا نشون میدن که این قدرت رو دارن که بیان باز دوباره گروگان بگیرن و هیچ کاری نمیشه دربارش کرد. دولت جدیدی الان در آمریکا بر سر کار خواهد اومد. اولا این یک در واقع سیلی بزرگی است به گوش دولت جدید در آمریکا و من امیدوار هستم که این باعث میشه که دولت جدید آمریکا به قضیه گروگانگیری به عنوان یک مسئله اولویتی نگاه کنه قبل از اینکه بخواد هر مذاکره‌ای با ایران بکنه. ممنونم از نزار زکا، کارشناس فناوری ارتباطات که در ایران در بازداشت بود. سی پی جی، کمیته حفاظت از روزنامه نگاران که مقر آن در نیویورک است، و ان یو جی، انجمن خبرنگاران بریتانیا، از مقام‌های ترکیه خواستند محمد مساعد روزنامه نگار ایرانی را اخراج نکنند و به ایران بر نگردانند. بنابر گزارش آقای مساعد دیروز در پیامی گفته بعد از عبور از مرز و حرکت به طرف شهر وان، پلیس مرزی ترکیه او را بازداشت کرده. او به خاطر نوشتن درباره قطع اینترنت در ایران در زمان اعتراض‌های آبان سال 98 به زندان افتاده بود. آقای مساعد به 4 سال و 9 ماه زندان محکوم شده و اخیراً نامه‌ای برای اجرای این حکم به او ابلاغ کرده بودند. همکارم نفیسه کوهنورد که این خبر رو دنبال کرده با ماست. نفیسه، چه اطلاعات بیشتری داریم از این پرونده؟ جمال، من با یکی از وکلای ترکیه‌ای که در جریان پرونده آقای مساعد هست صحبت کردم. بر اساس گفته‌های او، آقای مساعد همچنان در بازداشت به سر می‌بره. هنوز معلوم نیست که دقیقاً آیا منتقل شده به اردوگاه بازگردانی یا کمپ دیپورت یا نه، ولی به هر حال فردا قرار ملاقات دارن با وکلایی که قرار این پرونده رو دنبال بکنن. تا این لحظه راغب سویلو، روزنامه نگار شناخته شده ترکیه که نزدیک به دولت هم محسوب میشه، به نقل از منابع امنیتی ترکیه گفته که آقای مساعد قرار نیست دیپورت بشه به ایران. ظاهرا آقای مساعد به گفته آقای سویلو دیروز در حالی که در حال یخ زدن بوده در
در وان با اورژانس تماس میگیره و از همین طریق هم پلیس متوجه حضورش میشه، چون الان به خاطر کرونا ورود قانونی عملا میشه گفت وجود نداره. برای همین حد زده میشه که آقای مساعد به صورت غیرقانونی وارد ترکیه شده و وارد وان شده. تا این لحظه ابراز امیدواری از طرف وکلا بر این بوده که امیدوارم با توجه به جوی که صورت گرفته و فشارهای بین المللی که الان در جریان جلوی این دیپورت رو بگیرن. خود آقای مساعد هم ظاهراً درخواست محافظت بین المللی کرده که یک نوع پناهجویی سیاسی هم محسوب میشه. این موضوع یا موضوعات شبیه این در گذشته در ترکیه بارها اتفاق افتاده، روزنامه نگارانی بودن که بازگردانده شدن یا فعالین سیاسی. دقیقاً الان داره به تناوب میرسه، تناوب بیشتری پیدا کرده در همین ماه‌های اخیر. یکی از معروف‌ترین مواردش سعید تمجیدی و محمد رجبی بودن که هر دو از شرکت کننده ها در تظاهرات بودن، اما متهم شده بودن به محاربه و حتی با خطر اعدام مواجه بودن و همچنان هستن. اونها رو پلیس ترکیه وقتی که در ترکیه گرفت، بلافاصله با وجود فشارهای بین المللی و سر و صدایی که در رسانه‌های خود ترکیه هم اتفاق افتاد، باز دیپورت کرد. یک مشکل اساسی که وجود داره جمال اینه که ظاهرا خیلی‌ها اطلاعات درستی از نحوه پناهجویی در ترکیه ندارن. الان مثل چندین سال قبل نیست که شما وارد ترکیه می‌شدی و می‌تونستی به دفتر سازمان ملل در وان بری و اونجا اعلام پناهجویی بکنی. الان این پناهجویی، روند پناهجویی از طریق دفتر مهاجرت خود ترکیه باید صورت بگیره. یعنی شما وقتی وارد ترکیه شدین، چه قانونی چه غیر قانونی، اگر میخواین پناهجو باشین همونجا باید به پلیس اعلام بکنید که میخواید درخواست پناهندگی بکنید. احتمالاً هم منتقلتون میکنن تحت نظارت و بازداشت تا زمانی که مراحل قانونی طی بشه، اما ما میبینیم که خیلی ها اطلاع ندارن. از جمله اونطور که من از کسانی که پرونده سعید تمجیدی و محمد رجبی رو دنبال میکردن صحبت کردم باهاشون، اونها گفتن که این دو نفر عملا اعلام پناهجویی رسمی به اون شکل نکرده بودن و از این شهر به اون شهر ترکیه میرفتن در حالی که به صورت غیرقانونی وارد ترکیه شده بودن. و این خطر خیلی زیادی داره به خاطر اینکه ترکیه از نظر بین‌المللی تعهد داره به حفظ جان پناهجوهایی که به پناه میبرن به ترکیه اگر قانون رو رعایت بکنن. در کنار این، مسائل امنیتی نزدیکی ایران و ترکیه به نوعی روی این مسئله داره سایه میندازه. و مسئله دیگه بیقانونی هایی هستش که ما در مرز ترکیه میبینیم از طرف ژاندارمری ترکیه که خیلی هاشون تضمینی وجود نداره که دقیقا قوانین رو بدونن. از جمله کسایی که من امروز باهاشون تماس گرفتم در مرز ترکیه و پلیس ترکیه که خیلی رفتار بسیار تند و زشتی داشت به جای جواب دادن به ما در مورد این پرونده یا حتی وضعیت آقای مساعد. ممنونم از نفیسه کوهنورد. بذارید بریم به واشنگتن. تصاویر زنده ای داریم از فضای مقابل ساختمان کنگره که میبینید پرچم های زیادی رو برافراشته میبینید. آمادگی ها داره انجام میشه برای اجرای مراسم ادای سوگند توسط رئیس جمهوری جدید آمریکا جو بایدن. همه این فضا تحت تأثیر قرار گرفته، تحت تأثیر حمله معترضان به کنگره آمریکا که چند روز پیش رخ داد و آمریکا و جهان رو تکان داد. یکی از موضوعاتی که الان در رسانه‌های آمریکا دربارش بسیار گفته میشه این است که نهادهای امنیتی دولت فدرال در آمریکا میخوان پیشینه هزاران تن از سربازان و نیروهای گارد ملی رو بررسی بکنن به خاطر اینکه احتمال‌هایی وجود داره که اونها هم با معترضانی همراه باشند که چند روز پیش به ساختمان کنگره حمله کردند و اعضای کنگره رو وادار به فرار کردند و همینطور نشست عادی کنگره رو مختل کردند. در هر صورت بیشتر از 25,000 نیروی گارد ملی آمریکا از ایالت‌های مختلف در واشنگتن هستند، در اطراف همین ساختمانی که تصاویر زنده او رو میبینید هستند. در روزهای گذشته هم
بودند به این امید که مراسم ادای سوگند بدون مشکل برگزار بشه. ما این مراسم رو به صورت زنده روز چهارشنبه پوشش میدیم، با بی بی سی فارسی هم همراه باشید. به دستور قاضی الکسی ناوالنی، معروف‌ترین منتقد دولت روسیه، باید یک ماه در بازداشت بماند. محاکمه هفته آینده مشخص می‌کند که حکم 3.5 سال زندان آقای ناوالنی اجرا می‌شود یا نه. او یک روز بعد از بازگشت به کشورش محاکمه شد. آقای ناوالنی دستگاه قضایی را به بی‌قانونی متهم کرد. او که 5 ماه پیش در روسیه مسموم شده بود، بعد از درمان در آلمان به مسکو بازگشت. بازگشت او و بازداشت او تنش در روابط روسیه و غرب را افزایش داده. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. الکسی ناوالنی، معروف‌ترین منتقد کرملین، تنها دقایقی بعد از اینکه پا در کشورش گذاشت. همسرش یولیا را برای خداحافظی می‌بوسد. به سوی آینده نامعلوم می‌رود. یولیا ناوالنی در فرودگاه در میان خبرنگاران و هواداران بدون همسرش. انقدر از الکسی می ترسن که همه چیز رو بستن. همه پروازها به مسکو رو امشب متوقف کردن. این همه آدم رو ناامید کردن چون مردی به سرزمین مادرش برگشته. مسئله اصلی اینه که الکسی امروز گفت نمی ترسه. منم نمی ترسم و از شما می خوام نترسید. خیلی ممنون از حمایتتون. البته قرار نبود هواپیمایشان در این فرودگاه بنشیند. هواداران در فرودگاه دیگری منتظر این زوج بودند، اما مقامات روس مسیر پرواز را تغییر دادند و هواپیما در فرودگاه دیگری فرود آمد. امروز آقای ناوالنی را برای محاکمه بردند. ویدیویی از او منتشر شده که نشان می‌دهد از بیقانونی گله دارد. من نمیفهمم که چرا محاکمه به جای دادگاه توی یک ایستگاه پلیس برگزار میشه. چرا به هیچ کس اطلاع ندادن؟ چرا احضاریه در کار نبود؟ من شاهد یک عالمه تمسخر عدالت بودم اینجا. امکان نداره. چیزی که اینجا داره اتفاق میفته بیقانونی در حد اعلاست. در بیرون دادگاه وکیل او پشت در است. میگوید کسی تا به حال اجازه ملاقات با او را پیدا نکرده. دستگاه قضایی روسیه میگوید آقای ناوالنی که پیشتر به اتهام اختلاس محاکمه و محکوم شده بود، شرایط حبس تعلیقی را نقض کرده. اما خود او میگوید به دلایل سیاسی برایش پرونده سازی کردند. مقامات روس میدانستند که بازداشت او برای این کشور دردسری خواهد شد در سطح بین المللی. می‌بینیم چطور یهو افتادن رو خبر دیروز درباره بازگشت ناوالنی به روسیه. در اظهار نظرهاشون که انگار با کاغذ کاربن از روی هم نوشتن میشه لذت رو دید. لذت، چون این قضیه ظاهراً به سیاستمداران غربی کمک میکنه که حواس شهروندانشون رو از بحرانهای عمیقی که نظام لیبرال داره پرت کنن. اشاره آقای لاوروف به این واکنش هاست. مایک پامپو، وزیر امور خارجه آمریکا، بازداشت او را نشانه ترس رهبر روسیه دانست. از تصمیم روسیه برای بازداشت الکسی ناوالنی بسیار منقلب شدم. رهبران سیاسی با اعتماد به نفس از صداهای رقیب نمی ترسند. همچنین نیازی نمی بینند که علیه مخالفان سیاسی دست به خشونت بزنند یا آنها را به ناحق بازداشت کنند. شارل میشل، رئیس اتحادیه اروپا، هم خواستار آزادی فوری او شد. وزیر خارجه بریتانیا اما واکنش تندتری نشان داد. رقت انگیز است که الکسی ناوالنی قربانی یک جنایت هولناک به دست مقام‌های روس بازداشت شده است. او باید فوراً آزاد شود. روسیه به جای آزار آقای ناوالنی باید توضیح دهد که چطور یک سلاح شیمیایی در خاک روسیه مورد استفاده قرار گرفت. اشاره وزیر خارجه بریتانیا به مسمومیت آقای ناوالنی با سم نوویچوک است. ماده‌ای که در سلاح شیمیایی استفاده می‌شود. از دوران شوروی سابق، بلایی که تنها 5 ماه پیش بر سر آقای ناوالنی آمد، در حین پرواز و در سیبری روسیه به کما رفت و بعد از چند روز کارزار بین المللی اجازه انتقال به آلمان را پیدا کرد. او گفت ماموران امنیتی روس مسمومش کردند. اتهامی که ولادیمیر پوتین مسخره کرد و گفت اگر می‌خواستند او را بکشند، کار را نیمه تمام نمی‌گذاشتند.
اما آقای ناوالنی دیروز در اقدامی غافلگیر کننده به روسیه برگشت. گفت به اجبار رفته بوده و حالا زمان بازگشت است. امروز در بازداشت برای تظاهرات فراخوان داده. اما باید دید فشارها باعث می شود از مبارزش دست بکشد یا نه. پرهام قبادی، بی بی سی. از 15 سال پیش قرار شد چنین روزی در ایران روز ملی هوای پاک نامیده شود. امیدان بود که تا سال پایان این قرن خورشیدی آسمان کلان شهرهای ایران آبی و پاک باشد، نه دودی و کشنده. ولی در هفته‌های پایانی قرن آلودگی هوا افزایش یافته و شرایط جوی باعث شده آسیب‌های ناشی از سوء مدیریت نهادهای دولتی و سوجوی صنایع خودش را بیش از گذشته نشان بدهد. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. آرزویی که با نامگذاری 29 دی به عنوان روز ملی هوای پاک در سرها بود، حالا 15 سال بعد شکل این واقعیت کاریکاتوری را به خود گرفته. قانون هوای پاک هم سندی است که بر روی کاغذ یک آرمان شهر محیط زیستی را ترسیم می کند که باید آسمان کلان شهرهایش این شکلی باشد، ولی در عمل اجازه داده جهنمی از مواد مسموم و ذرات آلاینده در هوا پراکنده شود. فرق شعار تا عمل 40,000 مرگ زودرس در ایران است. 40,000 ایرانی که بنا به یافته‌های اخیر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هر سال جان خود را به خاطر هوای آلوده از دست می دهند. در کل دنیا پارسال 9 میلیون نفر به خاطر آلودگی هوا کشته شدند. هوای آلوده بدون هیچ مانعی از طرف سیستم ایمنی بدن وارد ریه ها، قلب و مغز انسان می شود. این ذرات می تواند به کوچکی یک مولکول باشد. با هر نفس این ذرات از لایه های حفاظتی شش ها عبور می کنند و باعث تورم و در نهایت سرطان می شود. ذرات آلاینده هوا وارد جریان خون هم می شود و رگ ها را متورم و تنگ می کند و فشار خون را بالا می برد تا اینکه یک روز فرد را به سکته مغزی دچار کند. اجرای مصوبات و قوانین کاهش آلودگی هوا اتفاق نمی افته و هر کسی هر کاری که دوست داره داره عملا انجام میده. قانون خیلی محکم، خیلی قوی به اسم قانون هوای پاک داره که سال 96 تصویب شده. پس چه اتفاقی میفته؟ اصلا یک طنز این. اشاره این خبرنگار محیط زیستی به کارشکنی های صنایع کشور است برای حفظ سوداوری. مثلا موتورسیکلت های فرسوده و قدیمی که مسبب حدود 15% از آلودگی هوا هستند. قانون هوای پاک موتورسیکلت سازان را ملزم به استفاده از بنزین یورو 5 می‌کرد، اما آنها زیر بار نرفتند. وزارت صنعت به نمایندگی از موتورسیکلت سازان به دولت نامه می‌نویسد که اجرای قانون را 4 سال عقب بیاندازند. نمونه دیگر مازوت سوزی در بعضی از نیروگاه‌های ایران است که فهرست آنها هم هرگز رسما منتشر نشده. مثلا نیروگاه شازن در عراق به دنبال اعتراض‌های مردم 2 واحد نیروگاه از مازوت سوزی منع می‌شوند، اما به جای آن 2 واحد دیگر چند برابر بیشتر مازوت می‌سوزانند. از این نمونه‌ها فراوان است. البته رو آلودگی هوا هم دولت اقدامات بسیار مهمی انجام داده. از این شعارها و اقدامات نصف و نیمه هم فراوان است. بهانه همیشه حفظ اشتغال و سوداوری صنایع است. شاید بعضی از صنایع از آلودگی هوا سود کنند، ولی تنها در تهران سالی 2.5 میلیارد دلار هزینه مستقیم به خاطر آلودگی هوا پرداخت می شود. ریز این هزینه ها در شهرهای دیگر اعلام نشده. مثلا در اصفهان که وجود صنایع سنگین در اطراف شهر امسال تنها 4 روز پاک برای ساکنانش باقی گذاشت. اوضاع حالا به بدی 10 سال پیش برگشته. زمانی که دولت هواپیماهای آبپاش را مانند زنبورهایی در طوفان شن به جنگ آلودگی هوای تهران فرستاد. امروز رویای رسیدن به هوای پاک 18 متولی دارد. بعضی از وزارتخانه هایی که به گفته مسئولان محیط زیست حتی خودشان هم تا امروز نمی دانستند متولی هستند، چه برسد به اینکه کاری کرده باشند. از جمله وزارت بهداشت که خود آمار داده است که آلودگی هوا در ایران باعث از دست رفتن سالی 500,000 ساعت از عمر عزیز مردم ایران شده. سیاوش اردلان، بی بی سی. باید یادآوری بکنم که 25 سال پیش قرار شد چنین روزی در ایران روز ملی هوای پاک نامیده بشه.
حرف‌های مجری یک برنامه تلویزیونی در ایران درباره پوشش کردها واکنش‌هایی در پی داشته و بعضی آن را توهین‌آمیز تلقی کردند. در برنامه در انتهای الوند که از شبکه دو پخش می‌شود، مجری از مهمان خواسته بود درباره لباسی که پوشیده توضیح بدهد. در واکنش به این برنامه، نایب رئیس مجلس خواستار رسیدگی رئیس سازمان صدا و سیما شده و گروهی از نمایندگان کرد هم در نامه سرگشاده به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار جلوگیری از تکرار پخش برنامه‌های توهین‌آمیز درباره اقوام ایرانی شدند. گزارشی ببینیم از گروه شبکه‌های اجتماعی بی‌بی‌سی. آقای دکتر فریدبرز عزیزی، به جبه ما خوش آمدید. سلام قربان، خوش آمدید. بزرگواری، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. دارم موفق باشید. و این لباس چوپانی چیه تنتون؟ این لباس در اصل یادگار زمان کاوه آهنگار ضحاک ماربدوش، یعنی ما اینو به عنوان یک نماد آزادی از چنگال ظلم و بیگانگان همیشه میپوشیم. خیلی هم زیباست، خیلی زیباست. پس من فکر میکردم این در واقع لباسی است که من اسمشو نمیدونم، یه لباس نمدیه که این چادر میمونه، چوپانان با خودشون میبردن. آره، بلندتره. که هر کجا میشستن این اینا رو از باد و بوران و برف مسون می‌کرد. و شما به خاطر تلویزیون با این هیئت اومدین یا نه، یا خیلی از اوقات همین لباس تنتونه؟ نه نه، من تمام نمایشگاه‌های خارج از کشور، داخل، همه جلسات رو با همین لباس میرم. خانم‌ها، آقایان، به افتخار کسی که لباس محلیش رو بپوشه با افتخار بیاد جلو دوربین باید دست زد. به افتخار فریدبرز عزیزی هست. به 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 به، آقا بیا این من بپوشم بعد ببوسم. خواهش من داره بزرگواری، چقدر این لباس کردی ها چقدر با حال هم. تقدیم به شما. الهی من قربونت برم. این کلا مال حالا خورشید؟ اصلا کلا مال شما. این به تن شما زیبا و برازنده است. بله، بذار من کمک کنم. آره، نه اینو تو چیزی کم بیان بیاریم. بله، مبارکاتون باشه انشاءالله. میاد به هم؟ خیلی خیلی. اونم یک لباس هم براتون میارم به شرطی که در یک روز بپوشین. اگر لباس انقدر خوشگل برام بیاری حتما میپوشم. پول میدم که برات بیارم. الهی قربونت برم. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار از تورین ایتالیا با ماست. آقای نخل احمدی، در موارد متعددی شاهد موضوعاتی از این دست بودیم، چرا؟ خدمت شما عرض کنم، شما نقل قول کردین از آقای نیکزاد نایب رئیس مجلس که گفتن باید این مسئله پیگیری بشه، اما آقای نیکزاد یک صحبت دیگری هم در مجلس کردن. ایشون خطاب به سید مهدی فرشادان نماینده سرمندش اعلام کردن که این موضوع رو نباید به حساب صدا و سیما بنویسیم. 23 آبان 99 هم آقای محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بودن که مشکلات اقتصادی در کشور هست، اما این مشکلات به دلیل نظام مدیریتی هست و ربطی به نظام نداره. متاسفانه خب یک در واقع وقتی که یک اتفاقی بارها و بارها تکرار میشه باید قبول بکنیم که ریشه هایی در این مسئله وجود داره. در سال 93 آقای مکارم شیرازی صحبتی کردن و اعلام هشدار دادن در رابطه با افزایش جمعیت اهل سنت و گفتن این مسئله یک تهدید هست. شاید بشه چکیده آنچه که نظام جمهوری اسلامی نسبت به اقلیت‌های قومی مذهبی در ایران داره رو در همین ادعای آقای مکارم شیرازی خلاصه بکنیم. اینکه دیگران، کسانی که در چارچوب تعریف شده نظام نیستن و حتی در چارچوب که قانون اساسی مصوب کرده است که یک دین رسمی، یک مذهب رسمی و یک قومیت رسمی و زبان رسمی رو تعریف کردن، دیگرانی که در خارج از این چارچوب هستن متاسفانه به عنوان تهدید تلقی میشن. حالا خود صحبت‌های متفاوتی هست مبنی بر اینکه این ویدیو یک ویدیو قدیمی بوده یا این رو میشه به حساب اشتباه یک مجری گذاشت، اما ما در سال گذشته هم باز شاهد بودیم که ویدیوی در شبکه 5
در واقع برنامه پخش شد و یک مداح به عقاید اهل سنت توهین کرد و عملا این مسئله حداقل از سال 93 که مولوی عبدالحمید یک نامه نوشت به رهبر و اعلام کرد که توهین ها به اقوام در ایران در حال افزایش پیدا کردن هست، این مسئله متأسفانه وجود داره، اما ظاهرا اراده نظام برای جلوگیری کردن از این مسئله وجود نداره. در صدا و سیما اگر بهش بپردازیم، اگر این موضوع سازمان یافته باشه یا این موضوع سیستماتیک باشه، ما در کنار اون در این کلیپ هم دیدیم که آقای رضا رشیدپور رو داریم که او این لباس رو بر تن خودش میکنه و خیلی هم ازش تعریف میکنه. میخوام بگم که اینها خطاهای متعدد افراد در رده‌های مختلف هست، ولی ریشش چیه؟ یعنی از چرا باید چنین اتفاقهایی بیفته؟ ببینید، رویداد سال گذشته یک گزارش منتشر کرد در مورد موارد متعددی که به اقوام و اقلیت‌ها در صدا و سیما توهین شده. در اونجا صحبت از این کردن که یک گروه مشخصی در صدا و سیما نفوذ کردن که اینها به دنبال توهین کردن و ایجاد اختلاف و در واقع وحدت شکنی در میان جامعه هستند. اما خب به نظرم یک مسئله که الان وجود داره این هست که ما یک توهین خیلی کلانتر رو در سطح کشور در طول دهه‌های گذشته دیدیم. حالا مواردی که در کلام یا در برنامه هست شاید نمودهایی از این مسئله است. ما اگر یک نگاهی بکنیم به وضعیت استانهایی که قومیت‌ها در اون استانها هستن، سیستان و بلوچستان، خوزستان، کردستان، و تفاوتی که معیشت و خب به هر حال شرایط کلی زیست این مردم نسبت به سایر استانها دارن، این نشان دهنده به نظرم یک توهین بسیار کلانتر و مستمری هست که در طول سالهای گذشته نگاه واقعی نظام رو نسبت به اقلیت ها متأسفانه، یعنی شما میگید که منظورتون این هست که ریشه در نگاه ایدئولوژیک داره، یعنی مسئله یه جوری اعتقادیه و برمیگرده به ساختار حکومت، منظورتون اینه؟ 100%. عرض کردم که ما وضعیتی که الان در کشور هست نشاندنده این هست که خب جامعه یا شهروندان طبقه بندی شدن دیگه. حالا با استانداردهایی که نظام داره به هر حال مردم و شهروندان آمدن طبقه بندی شدن و هر کدوم به هر حال به تناسب جایگاه یا در واقع اون نزدیکی که به حاکمیت دارن میتونن از منافع حاکمیت استفاده بکنن. یکی از صحبت‌هایی که یا در واقع جدال‌هایی هم که وارد هست این هست که چرا اساساً باید چنین موارد یا موضوعات نفرت پراکندنی در کل جامعه وجود داره. یک مداح میاد در صدا و سیما صحبت میکنه، حالا رئیس شبکه 5 رو اخراج میکنن، اما اساساً چرا نظام و شخص آقای خامنه‌ای که یک بار هم اعلام کرد که توهین به قومیت ها یا در واقع اقلیت ها خط قرمز هست، چرا با کلیت یا نفس این مسئله برخورد نمیکنن؟ به نظر من خب ساختار نظام جمهوری اسلامی متاسفانه از این شکل برخورد ایدئولوژیک ارتزاق میکنه و به دنبال حل این مسائل نیست. ممنونم از مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار از تورین ایتالیا با ما. نرخ رشد اقتصادی چین به پایین‌ترین میزان در 44 سال گذشته رسید، اما این کشور تنها اقتصاد بزرگ دنیاست که در سال 2020 با وجود شیوع ویروس کرونا رشدش مثبت بود. به گفته دفتر آمار ملی چین، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته میلادی 2.3% رشد کرده. تحلیلگران انتظار دارند امسال هم اقتصاد چین 8% رشد کند. دولت چین امیدوار است که با روی کار آمدن جو بایدن، آمریکا به جنگ تجاری با این کشور پایان دهد. بهرنگ تاجدین گزارش می‌دهد. آهسته ولی پیوسته. در سالی که چرخ‌های اقتصاد بیشتر کشورهای دنیا به خاطر همه‌گیری جهانی کرونا از حرکت باز ایستاد، اقتصاد چین باز هم به پیش راند. طبق محاسبات اولیه ما، تولید ناخالص داخلی در سال گذشته معادل 1581 میلیارد دلار بوده. به قیمت ثابت این رقم 2.3% نسبت به سال 2019 افزایش یافته. اگرچه این پایین ترین نرخ رشد اقتصاد چین از سال 1976 است، ولی این کشور تنها اقتصاد بزرگ دنیاست که رشدش در یک سال گذشته مثبت بوده.
برای مقایسه طبق برآوردهای صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی آمریکا، ژاپن، آلمان، بریتانیا و هند در سال 2020 بین 4-10% کمتر از سال قبلش بوده. این آمارها نشون میده اقتصاد چین تقریبا به شرایط عادیش برگشته. البته رشد در بخش‌های مختلف اقتصاد خیلی متوازن نیست. مثلا رشد 3 ماه آخر سال تا حد زیادی ناشی از تقاضای خارجی بوده، نه تقاضای داخلی. همه‌گیری ویروس کرونا از چین شروع شد، ولی این کشور به سرعت سیاست‌های محدودیت رفت و آمد یا اصطلاحاً شهربندان و نیز تدابیری سختگیرانه برای ردگیری مردم را به اجرا گذاشت. این سیاست‌ها آنقدر مؤثر بوده که کمتر از 1 سال بعد در ووهان مردم می‌توانند به کنسرت بروند و سال نو را در خیابان جشن بگیرند. برای مقایسه در بیشتر اروپا آهنگ محدودیت‌ها هنوز تمام نشده. آنقدر که به جای رفتن به کنسرت و کلوب بعضی از اهالی پایتخت یونان به این تاکسی بدل از دیسکو روی آوردند. البته سایه کرونا هنوز روی سر اقتصاد چین هم سنگینی می‌کند. ما همچنان با فشارهای مهمی نظیر ورود موارد کووید 19 از خارج، شیوع مجدد بیماری در داخل و تدابیر جلوگیری از سرایت مواجه هستیم، ولی وضعیت کلی اقتصاد در دراز مدت خوب است. رشد اقتصاد چین تا حد زیادی متکی به حفظ جایگاهش به عنوان کارخانه جهان است، ولی در چند سال گذشته آمریکا با وضع تعرفه‌های سنگین بر صادرات چین و تحریم بعضی از بزرگترین شرکت‌های چین از جمله هواوی قول محصولات الکترونیکی و مخابراتی جنگی تجاری را آغاز کرد. نبردی که مقام‌های پکن امیدوارند با پایان زمامداری دونالد ترامپ پروندهش بسته شود. دو زاویه در سال اول ریاست جمهوری بایدن اهمیت داره. اولا بسته 1900 میلیارد دلاری محرک اقتصادی میتونه با افزایش تقاضای آمریکایی‌ها به صادرات چین کمک کنه. در کنار این چین ممکنه اولویت اول بایدن نباشه و بخواد بیشتر روی برنامه واکسیناسیون و ترمیم اقتصاد آمریکا تمرکز کنه به جای جنگ تجاری با چین. انتظار می رود آسمان اقتصاد چین در سال 2021 آبی تر هم بشود و روند رشد شتاب بگیرد. البته به شرط آنکه اقتصاد مشتریان چین هم از رکود خارج شود. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. می توانید این برنامه و برنامه های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و همینطور روی کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. ممنونم از اینکه بی بی سی فارسی و همینطور برنامه 60 دقیقه رو دید.